وقتتون بخیر باشه. با میزاگرد دیگه در جمعه دیگه خدمتتون هستیم. این هفته واشنگتن میزبان کنفرانسی بود با عنوان امنیت هسته‌ای. سران 47 کشور البته در سطوح مختلف در این کنفرانس شرکت کردند. بسیاری این کنفرانس رو مثبت و نتایجش رو قابل توجه عنوان کردند، در حالی که منتقدین اعلام کردند که این کنفرانس کنفرانسی بود که وعده های تو خالی داشت و تکرار حرف های گذشته رو میزد. حرف تازه‌ای در این کنفرانس مطرح نشد و اوباما تنها خودش رو مطرح کرده بود و میزبانی بسیاری از این سران رو داشت. در این خصوص میهمان برنامه امروزمون آقای دکتر امیرحسین گنجبخش هستند تا این کنفرانس رو و نتایجش رو با هم به گفتگو می‌نشینیم. آقای دکتر گنجبخش، بسیار متشکر از حضورتون در برنامه امروز. سلام بر شما و سلام به بینندگان عزیز. این کنفرانس از آخر فکر می‌کنم شروع کنیم به اول برسیم، بهتر از برهان خلف استفاده کنیم. این کنفرانس رو بسیاری گفتن که کنفرانس ناموفقی بود، اما عده دیگه هم می‌گفتن کنفرانس مثبتی بود به خاطر نتایجی که داشت. یکی بحث کانادا و اوکراین جزء جنبه‌های مثبتش بود، اما نرسیدن به توافق در خصوص چگونگی تعامل و رویارویی با ایران از جنبه‌های منفی این کنفرانس عنوان شد. به نظر شما در یک جنبندی کلی نتایج این کنفرانس رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ بله، به هر حال شبیه لیوان آبی که نصف است، که آیا این نصفش خالی یا نصفش پره، به حالت اینطوری شده. از یه بابتی این خیلی کنفرانس مهمی بود، برای خود اوباما مهم بود. ببینید، اوباما یک سیاست جدیدی رو در قبال دنیا داره پیش میبره که عمیقا با سیاست آقای بوش که قبلا میکرد متفاوته. آقای بوش اساساً همینجور که در جنبه‌های مختلف از جمله حمله به عراق و غیره و غیره دیدیم، یا گذاشتن به اصطلاح موشک‌های ضد موشک در اروپای شرقی و غیره، اساساً همون حالت جنگ سرد رو می‌خواست پیش ببره از یک طرف، و طرف دیگه هم با این ایده جلو می‌رفت که من خودم کارا رو می‌کنم، هر کی با من نیست خب بر ضد منه، و با این سیاست عمومی پیش می برد. در این زمین آقای اوباما اینطوری نیست. آقای اوباما در اصل کوشش میکنه که هر کاری رو که میخواد پیش ببره با تعامل با جامعه بین المللی و با همکاری با اون باشه. در چند مورد اینو دیدیم، این مورد هسته‌ای هم و این نکته که هفته گذشته قرارداد استارت رو امضا کردن با روس‌ها و عملاً این موشک‌ها رو در اروپای شرقی دیگه ابتیان نمی کنن یا نمیذارن، اونجا این نشون دهنده سیاست عمومی. به همین دلیل از این زاویه اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که این نکته که خب اوکراین هم حاضر شده که سوخت هسته‌ایشو تحویل بده، و یا هند و پاکستان هم عاقبت یک به یک نوعی باید به تعاملی برسن با هم دیگه، و همچنین مسئله کانادا که به هر حال اون سوخت کانادا مهم بود، به نظر من گام بسیار مثبتیه این در جهت تشنج زدایی در نظم جهانی، اسمشو اینطوری بذاریم. این که حالا موفق میشه که آیا به همه اهدافش برسه؟ نه. حالا اگه به موضوع ایران برسیم، ایران خودشو خارج از نظم جهانی میبینه. بذارین این موضوع رو بعداً بررسی کنیم. بحث این امنیت هسته‌ای یکی از موضوعاتی بودش که مطرح شد. حالا این البته کنفرانس از ابتدا مشخص نکرده بودن که چه اصطلاحاً اجندایی دارن و چه سرخطای رو چه سرفصلایی میخوان دقیقاً بررسی بکنن. این بحث ممانعت و تلاش برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی، گروه‌های شبه نظامی به مواد هسته‌ای چطور وارد گردونه بحث و مذاکرات شد و چه واکنش‌های سایر کشورها نسبت به این موضوع نشون دادن؟ من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین مسائل این کنفرانس همین بود. این مسئله این که شما با جریاناتی که نه دولت دارن، نه ملت دارن، نه مکان دارن، مکان خاصی دارن، و این خطر ممکنه به وجود بیاد که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن، چه باید کرد؟ من فکر می‌کنم این نکته اون موقع برمیگرده به کشورهایی که به اصطلاح محل امنی هستند برای این نیروها و تروریست‌ها که بتونن اونجا به کار خودشون ادامه بدن. این نکته مثلا خیلی مهم که الان مطرح شده بود، مسئله حتی اون دولت‌هایی هستن که دیگه دولت نیستن، مثل مثلا کشوری مثل سومالی
که اونجا مراکزی میتونه به وجود بیاد که این نیروهای خب تروریست به ویژه القاعده و غیره میتونن اونجا در پی ساختن نه اون سلاح اتمی که قابل باشه که رو موشک بذارن، یعنی تسلیحات اتمی، ولی اون چیزی که مشهوره به بمب کثیف، یا اون چیزی که اساساً میتونه خب ترور ایجاد بکنه. خب یادمون نره این تروری که القاعده در امریکا ایجاد کرد 19 نفر بودن با تیغ موکتوری این کارو کردن. به همین دلیل این حالت اتمی که این خطر هست که اینها دست پیدا کنن و اونو به عنوان یه ترور، یه نیروی ترور و ترس و رعب و وحشت ایجاد بکنن، خب بسیار مسئله است و اینجاست که کشورهایی رفت پیدا میکنه که این نظم جهانی رو نمیپذیرن و میخواهن به هر طریقی یک نوع باجگیری از این نظم بین المللی بکنن. سازمان انرژی اتمی برای همین ایجاد شده که نظارت داشته باشه بر فعالیت‌های اتمی کشورها، از میزان ذخایر اورانیوم، پلوتونیوم، غنی‌سازی مواد هسته‌ای، فرایندها و فراوری‌هایی که شده روی همه اینا اشراف داره، ظاهراً تعریف کارش اینه. چطور باز هم بحث از به دست آوردن این مواد از سوی سازمان‌های تروریستی مطرح میشه و در عین حال خیلی هم این بحث رو می‌کنن که آیا بزرگنمایی در این وسط میان صورت نگرفته، یعنی آمریکا بیش از حد به این موضوع واکنش نشون داده؟ به نظر من هرچی واکنش نسبت به این مسئله بیشتر باشه بهتره. یعنی این موضوع بسیار بسیار خطرناکه. اینها چیزهایی که تأثیرات بزرگ، نتایج بسیار خطرناک میتونه ایجاد بکنه اگه کنترل روش نباشه. آژانس بین‌المللی هم اساساً بدون موافقت دولت‌ها امکان نداره که بتونه بره این نظارت رو انجام بده، همونجور که در مورد ایران داریم می‌بینیم، جمهوری اسلامی یا حتی اون زمان که پاکستان داشت میساخت مثلا بمب اتمی رو، خب بود دیگه، آژانس بین‌المللی هم بود ولی نتونست تشخیص بده. همین الان هم که میبینید در مورد ایران هر ماه یا هر شش ماه یا هر یه سال یه مرکز جدید پیدا میشه که حتی هیچ کس ازش خبر نداره. به نظر من امروز این بحثی که مطرحه در رابطه با این کنفرانس اینه که به چه حالتی یک نظم جهانی ایجاد بشه که وادار بکنه تمام کشورها به این نظم جهانی بپیوندن برای حفظ صلح، یک چیزی نظیر سازمان ملل. در این حال سازمان انرژی اتمی وجود داره برای این منظور. اوباما در پایان نشستم از کشورها خواستش که همه به NPT یا به اصطلاح منع گسترش تسلیحات اتمی بپیوندن، با توجه به که بسیاری از کشورها عضو این پیمان هستن و به مفاد اون بغایی نمی نهند، خیلی توجهی نمی کنند به مفاد و تفسر و تعهدی که کردن. این دلیل خواهش اوباما برای عضویت در آمدن سایر کشورها مقصد خاصی داشت؟ آیا کشور خاصی مثلا خیلی ها میگن اسرائیل رو نشونه گرفته بود با این گفتنش به صورت غیر مستقیم؟ به هر حال شما نمیتونید دو تا قانون ایجاد بکنید. خب مسئله اسرائیل ساختن بمب اتم و داشتن بمب اتم از جای قابل فهمه که خب از معدود کشورهای دنیاست که خیلی از کشورها میخوان کاملا از بینش ببرن. اون زمانی هم که بمب اتم رو درست کرد به این صورت بود، ولی به هر حال قانون بین المللی باید به جوری باشه که همه اون رو رعایت کنه. منم فکر میکنم آقای اوباما نه تنها در این زمینه میخواد کوشش بکنه که اسرائیل هم به این باشگاه بپیونده، بلکه اساسا سر و صدای بقیه کشورها رو که خب به یک معنی میگن این که نمیشه که اسرائیل نمیپیونده ولی وادار میخوام بکنن که کشورهای دیگه بپیونده رو به اصطلاح ساکت بکنه. من فکر میکنم این خوبه که کوشش بشه این آژانس تقویت بشه. یه حالتی مثل سازمان ملل متحده که ایراد و اشکال زیاد داره ولی وجودش بهتر از نبودش. متشکرم از توضیحاتی که تا اینجا دادیم. اینجا میان برنامه رو با هم نگاه میکنیم و این بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. مدیه آپیک در پوشش حجاب آوای زنان ایران. مدیه آپیک آپیک یوسفیان، آنتونی عزیز، منتخب منتقدین فستیوال تئاتر لس آنجلس، به کارگردانی و تهیه کنندگی مدیه آپیک.
به همراهی صدای زیبای شیمی، موسیقی سنتی بهتر بهادران و گروه رقصندگان و بازیگران، یک شنبه 25 آوریل ساعت 7:30 شب در لینکلن سنتر در نیویورک سیتی. تلفن بلیط‌های وی آی پی 212-274-8585 و 212-721-6500. بسیاری از کارشناسان